سرور اسدی از کانادا پرسش خودش رو دوباره تکرار کرده من تعجبم من پاسخش رو دادم سه هفته پیش اما پرسش چندان پرسش پیچیده و سودمندی نبود ایشون یه مثل از یک شعر رو نوشته من براتون میخونم میگه پس ای جان پاک در سبیل حق چالاک شو یا ای جان پاک در سبیل حق چالاک شو میگه کدو درسته دوست ارجمن جان پاک از نظر دستوری مضاف و مضافون الیه و اسمش اضافه توصیفیه یعنی جان رو پاک میدونه وصف یک جان رو پاکی میدونه اگر جان پاک بخونید در حقیقت این شخص داره با جان خودش صحبت میکنه و میگه ای جان پاک جان خودش رو میگه در راه حق سبیل یعنی راه در راه حق چالاک شد چالاک که یه روز براتون معنی کردم به معنی این که چالاک یعنی پر جنب و جوش پر حرکت پر تحرک از چال ریشه چال میاد و پسوند آک اه و اسم مسترش هم چالشه که توضیح هم دادم برای که یادتون بیفته گفتم چالش رفته به زبان انگلیسی شده چلنج همین چلنجی که انگلیس میگن چالش فارسی به هر روز اگر بگیم جان پاک به خودش داره چیز میده نصیحت میکنه پن میده که در راه حق پر جنب و جوش باشه جلو بر. اگر نه به دوستش به کس دیگه میگه تعارفی کرده میگه جان پاک ای جان پاک همچی حالا تو این همه واژه ها تو این میلیارد میلیارد واژه ها و میلیون ها میلیون واژه های ریشه دار فارسی شما آقای اسدی چسبیدید به این جان پاک و جان پاک سه بار دارید این سوال میکنید و من این پاسخ میدم و باز همین میگم ها چه فرقی میکنه در معنا که فرق نمیکنه در هدف فرق میکنه یه وقت به خودش نسبت میده یه وقت به دوستش داره نصیحت میکنه این باره سرکار بانو معصومه پی پرسیدن که بسیار دیده ایم که دوستان به یکدیگر میگن مثلا دوست گرامی پرویز گرامی نمیدونم محبوب گرامی یا میگن گرامه ریاست گرام سازمان فلا و یا دوست گرام و یا کرام با کاف همسایه کرام سرور کرام اینا میاد ایشو پرسیدن کدوم یکی از این ستا درسته گرام یا گرامی و یا کرام لطفا به من پاسخ سر سرکار خانم معصومه پ دو تا پرسش شما که نوشتید کدوم درسته کدوم پارسی و کدوم عربی فرق میکنه اگر بخواید بگیم کدوم درسته تا اینکه کدوم فارسیه و کدوم غیر فارسی فر بر روی پاسخ نتیجه همون است که شما میخواید یکایی که اینها رو من باز میکنم دوست گرام این کاملا غلط گرام گافر الف میم یه واژه لاتینه تلفنگرام، تلگرام بعد خود فونوگرام که گرام آفون میگن گرام آفون گرام آفون که تندش که ایرانی ها میشه گرام آفون یا گرم آفون. ولی گرام آفونه پس گرام یک واژه لاتینه در کل به معنی ضبط صداس تلفن گرام یعنی تلفن رو ضبط میکنه تلگرام از دور ضبط میشه ثبت میشه یا همین گرام آفون ضبط کردن صدا پس وقتی شما این اواخر که دیگه این ضبط صدا رو همه میگفتن گرام گرام پس شما وقتی به دوستون میگه دوست گرام یعنی دوست ضبط صد یعنی دوست ضبط شده خب پس گرام رو بذارید یک سر کنار 90 درصد که اینایی که میگن گرام گرام نادرست. و اما کرام کرام که با کافه شاید بگید که هم چیزی رو ما نشنیدیم چرا؟ به خصوص رادیو تلویزیون های تازی زبان عربی زبان بسیار میگن مستمعین الکرام مستمعین الکرام یعنی شنوندگان کریم جمعش جمع کریمه جمع کریم کرامه مستمعین الکرام یعنی شنوندگانی که کرامت دارن پس اونم عربیه پس اونم درستی میمونه گرامی گرامی پارسیه گرامی فارسیه نه گرام توجه کردید؟ گرامی فارسیه بر این پایه شما میتونید بگید دوست گرامی دوست گرامی کاملا درسته پاس گذارم. کاملا درسته و اگر هر جا بریمسید شنونده گرامی درسته شنوندگان گرامی درسته شنوندگان ارجمند باز خوبه اونو چون ما سخنم رو گرامیه تمام اینها رو من براتون از این جهت روشن میکنم و بعد پاسخ این بانو رو بدم و حرف کامل شد پاسخ این است که گرامی درسته گرامی فارسیه کرام عربیه گرام لاتینه و همون فارسیه درست بیننده ای پرسیده که نام خانوادگی من لاشعیه یعنی چی؟ چه نمانده ارزبن؟ بدبختانه آماری که گرفتن در زمان رژیم پیشین و گزارش این آمار رو فرستادن برای فرهنگستان زبان فرهنگستان زبان یازده گروه داشت گروه مهندسی گروه پزشکی گروه اجتماعی گروه جامعه شناسی یه گروش هم گروه کتاب های درسی بود که برای بچه های دبستانی و دبیرستانی که دو شروع کنن فرنگستان لغت های فارسی بیداره مثلا به جای مسلس گذاشتیم سبر برای مربع گذاشتیم چهاربر این واجه ها این نام های خانوادگی مسخره رو فرستادن برای گروه ما گروه کتاب های درسی من به اون کار ندارم که چه فامیل های مسخره بود چه فامیل مسخره مثلا اسم یارو خونابه بود خونابه آخه این چه فامیلیه چه فکر کردید رفتید گوشتید خونابه یا همکلاسی من داشتم تفلای جوان خوب خوش انسان محجوب فاملیش ار بود شما الان میشتوید میخندید ولی بود از این نام های مسخره زیاد بود در به در و بعد آماری که وزارت کشور داده به ما نوشته بود دوازده درصد تمام نام های خانوادگی که در آمار ما هست نام های مسخره است نام های مستحجنه ببخشید مهندس بر. و بعد از این نمونه ها نوشته چیکار کنیم ما گفتیم ما به شما میگیم ما چیکار کنیم ما بر اینا نام بذاریم میپذیرن نام خانواده ایشون عوض کنن بعدم شما ساده میگید که سیزده درصد اگر ما بیایم اون زمان البته ما سی و دو سه میلیون جمعیت بیشتر داشتیم. میخوایم جدا کنیم 8 میلیون دست کم یا کمتر مثلا پنج میلیون نام خانواده ای داریم هفت درصد پنج میلیون میشه ششصد هزار نفر هفتصد هزار نفر هفتصد هزار فامیل عوض کنیم نمیشه خودشون باید برن عوض کنم بر این پایه سر و رجبم لاشهی نافامیل خوبی نیست لاشه در زبان پارسی یعنی حیوان کشته شده و بیجان حالا آیا ممکنه لاشه اسم شهرم باشه نمیدونم به فرض محال چنین باشه به فرض نام یک شهر هم لاشه باشه نباید نام خانوادگی رو بذارید نام خانوادگی متعلقه به شما خانوادهتون تبارتون و میلیون ها آیندگانتونه بنابراین این کار رو نباید بکنید بانویی که نامشون رو ننوشتن میپرسند که میپرسند که معادل انگلیسی کلمه ناز فارسی چیه پانوی گرامی من تخصصم روی زبان خودمونه اگر انگلیسی این رو میگفتید ممکن بود من پی می بردم که معادل فارسیش میشه ناز ولی وقتی شما واژه انگلیسی ناز رو میخواید من نمیدونم نمیدونم اگر شنوندگانی دوستانی یارانی برابر دقیق واژه ناز رو میدونند که منم از هم برادرم که پروفسور دانشگاه و هم پسرم که در وزارت خارجه کار میکنه و بسیار مسلط به زبان انگلیسی میپرسم اگر میدونستن هفته آینده میدم بیان پاسه بودم ولی من خودم نمیدونم ناز فارسیش چی میشه حالا افتخار حالا ممکن از این را بشه پیداش کرد افتخار در فارسی میشه نازش کسی که میگه من مفتخرم یعنی من می نازم باید رفت دنبال این مسئله که آیا در زبان انگلیسی افتخار و مفتخر چی میشه از اون شاخه فارسی شو در آورد ولی من تا یه چیزی برام مطمئن نباشه در اینجا نمیگم چون میدونم صدها هزار نفر گوش میدن و برخی میرن در یوتیوب برنامه های گذشته من رو میبینن و اینها بدآموزی نباید بشه اه شنونده دیگری بیننده دیگری پرسیده فارسی سهر چیه البته اون چند تا پرسیده اون سهر سختره سهر رو نوشته چیه صبح چیه و به اصطلاح پیش از ظهر چیه مثلا پیش از ظهر که خب خودش فارسیه بید. ببینید سهر رو میگن پگاه حالا پگاه اصلا چی بوده در زبان فارسی دو زمان رو خوب میدونستن خوب میدونستن یکی سهر که تازه سپیده داشته میزده که عرب میگه سهر فارسی میگه پگاه اون زمانی که خورشید داشت میومد زندگی آغاز میشد سیاهی رو که ای آدمیان بد میدونستن میرفت اهریمن فرار میکرد میگفتن بگاهه یعنی زمان خوبه غروب رو مغرب رو شامگاه رو که فارسی غروب میشه شامگاه شامگاه غیر از شامه ها غیر از شبه شامگاه درست غروبه زمانی که خورشید داره میره اون موقع میگفتن پیگاه که این پیا در امروزی شده به به شده بنابراین غروب میشد بیگاه سهر میشد به گاه گاه و بیگاه هم بسیار ما شنیده ای. یعنی غروب سهر یا شامگاه بامداد به همین دلیل پگاه و پی بیگاه شد بگاه و بیگاه و شد گاه و بیگاه گاه بیگاه اینطور میشه بنابراین ما میتونیم بگیم به جای سهر میتونیم بگیم پگاه یا بگاه و به جای مغرب میتونیم بگیم که بیگاه اما صبح صبح فارسیش میشه بامداد. داد خود لغت بام یعنی صبح بامداد یعنی فرمان صبح یعنی از زمانی که ستا سپیده میدمه تا ظهر تا نیم روز از زمانی که سپیده میدمه تا نیم روز میشه بام داد یعنی داد یعنی فرمان قانون بام داد ببینید دادگستری یعنی قانون گستری قانون داد به معنای عدالت نیست داد به معنای قانونه پزشکی قانونی رو فرهنگستان گذاشت داد پزشکی خود اون عدل هم پیروی از قانونه چون میگه ظلم به سویه عدله و وقتی یک دستوری به سویه تصاوی برابر همه در براش ایستن که اسمش قانونه اون داده از پگاه تا نیم روز تا درست ساعت دوازده این بام داده یعنی قانون و فرمان روایی بام که صبحه خود لغت به همین دلیل اون بالاترین طبقه ساختمان رو میگن بام بام یعنی صبح چون اونجا صبح آغاز میشه اینو باید گفت پشت بام یعنی اون پشته ای که صبح روش وارد میشه خب امیدوارم که این دو مورد پرسش های زیادی هست اگر کسی پرسش دیگری داره که بعد از برنامه من در خدمتون هستم پاسخ بدیم وگرنه به شما روز خوش و شب خوش و زمان خوش میگم و امیدوارم که روز و روزگارتون بر شما خوش باشه با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادین با سپاس از آقای مهندس سپر که همکار اتاق فرمان رو انجام میدادن و همکار رساندن پرسش شنوندگان رو به من